در هفته گذشته بحث ما به اینجا کشید که تبادل افکار موجب ترقی و پیشرفته. سوال من اینه که اونایی که در عقاید خود تعصب به خرج میدن آیا باعث عقب افتادگی خود و جامعه نمیشن؟ اصولا تعصب ذهن انسان رو فلج میکنه و از کار میندازه و نمیذاره که انسان با روشنبینی و واقع بینی افکار جدید، عقاید جدید را بسنجه و بفهمه و احتمالاً پذیرا بشه. و چون این مانع باعث میشه که یه نوع تاریک‌اندیشی درش به وجود میاد و این تاریک‌اندیشی مانع از اون میشه که افکار مترقی را بپذیره و باعث عقب افتادگی خودش و جامعه میشه. مثلا در اروپا وقتی کشفیات جدید علمی صورت گرفت، برخی از مذهبیون دیدن که کشفیات جدید با عقاید جزمی اونها مطابقت ندار، شروع کردن باهاش مخالفت کردن، ولی سرانجام علم توانست حقانیت خودش رو با کاربرد خودش نشون بده و در نتیجه دین عقب نشینی کرد. ولی در واقع اون چه که باید در ظاهر جنگ بین علم و دین بود، ولی در حقیقت اینجور نبود، به خاطر اینکه اون چه که با هم در جنگ بودن افکار و علوم قدیم و منسوخه بود با علوم جدید. منتها چون مذهبیون اومدن طرفداری از علوم منسوخ را کردن، در نتیجه باعث شدن که مذهب اعتبار خودش از دست بده. و از طرف دیگر هم یه تعبیرای اینها از کتاب مقدس کردن که اون هم با کشفیات علمی جور در نمی اومد. مثلا اینها می گفتن که مثلا حضرت آدم طبق تاریخی که بررسی می کردن 6000 سال پیش بوده و یعنی ابوالبشر بوده، یعنی اولین انسان رو کره زمین بوده، ولی کشفیاتی که شد نشون داد که استخوانایی که پیدا کردن مربوط به چند صد هزار سال پیش بود. البته حالا که پیدا کردن 2 میلیون سال پیش بوده و این با چیزهای کشفیات علمی جور در نمی اومد. اون وقت مذهبیون هم اصرار می‌ورزیدن که این کتاب از چیز آثار کتاب مقدس است و نمیشه روش تعبیر کرد. در واقع این هست که مذهبیون نفهمیدن اون چیزی که در کتاب مقدس است. این 6000 سال پیش که اون آدمی که ذکر می‌کنه حضرت آدم هست که خودش یکی از پیامبران بوده و اولین بشر هم نبوده، به خاطر اینکه در خود کتاب مقدسه گفته شده که یکی از بچه‌هاش رفته توی یه شهر دیگر ازدواج کرده. اگر این اولین آن انسان بود چطور میتونست که در شهر دیگه ازدواج کنه؟ و در واقع این حضرت آدم در یه نقطه در پاکستان زندگی میکردن و مؤسس یک مدنیت جدید شدن. نظر شما در مورد تعصب مذهبی چیه؟ اگر تاریخ را مطالعه بکنید متوجه میشید که تعصب مذهبی خیلی اثرات منفی داشته و حتی باعث آزار و اذیت بهترین انسان‌ها شده. شما یه تاریخ را بیوگرافی تمام انبیا را مطالعه بفرمایید، ملاحظه میکنید که همه انبیا از دست کسانی رنج دیدن، اذیت دیدن که در ظاهر خودشون خداپرست میدونستن و پیرو مذهب میشمردن و همین تاریخ به اصطلاح تعصبات مذهبی که با عواطفشون هم سر کار داشت باعث میشد که با انبیای الهی اینها مخالفت بکنن. و در واقع هر نوع تعصبی، چه تعصب مذهبی، چه تعصب سیاسی، چه تعصب نژادی، چه تعصب میهنی، یک نوع بیماری روانی است که یعنی آدم سالم تعصب نخواهد داشت. پس میخوام یه مطلبی رو از شما سوال کنم در مورد نقش دین در دنیای امروز، مخصوصا در جهان فردا، زیرا روند فعلی دنیا در جهت لامذهبیه و برخی فکر میکنن که رفت رفته دین نفوذ و اعتبار خودش رو از دست میده و احتمالا در دنیا، در دنیای آینده هیچ نقشی نخواهد داشت. البته این نوع طرز تفکر بدون دلیل نیست، به خاطر اینکه مردم ملاحظه میکنن که ادیان نفوذ معنوی چندانی ندارن و از طرفی که برخی از احکام و تعالیمشون با روند زمانه و پیشرفت زمانه هماهنگ نیست. اینه که اینها فکر میکنن خب دین داره، چون مردم هم تو طرف لامذهبی دارن میرن، پس در نتیجه فکر میکنن که خب دنیا به طرف لامذهبی میره و بالمعال در دنیای آینده شاید دین نقشی نداشته باشه. ولی باید دانست که این فراز و نشیب، این طلوع و غروب همیشه بوده. یعنی ادیان وقتی که ظاهر میشه، یک دیانتی که ظاهر میشه، یک پیامبری در عالم ظاهر میشه. پیامبر یک فیلسوف یا متفکر یا دانشمند نیست و بیوگرافی تمام انبیا رو که ما مطالعه میکنیم میبینیم اکثرا
یعنی یا کلن میشه گفت که آدمایی بودن که حتی سواد ظاهری نداشتن، ولی اینها واسطه یک بین عالم غیب و عالم شهود هستن، یعنی اینها قوای عظیمی را از مخازن غیب میگیرن و به عالم شهود میرسنن. و به همین دلیل انبیا با اینکه خودشون در ظاهر نه ثروت داشتن، نه علم داشتن، نه قدرتی پشتشون بوده، نه لشکری پشتشون بوده و همه قوای مذهبی، قوای سیاسی علیه اونا تحریک شده، چون اینا وقتی ظاهر میشن که دنیا دچار انحطاط معنویه و به همین دلیل تمام قوا علیه اینا بسیج میشه. ولی با وجود این میبینیم که اینها با تمام مخالفت هایی که با اینها میشه و در ظاهر از هیچ قدرتی هم بهره مند نیستن، بالمعال بر دنیا غلبه میکنن و نفوذی پردوام دارن. علتش این هست که اینا معید به قوه دیگر هستن، اون قوه دیگر هست که باعث میشه که اینا یک تنه در مقابل دنیا بیستن و یک تنه بر دنیا غلبه بکنن. یعنی منظورم این هست که وقتی که ادیان ضعیف میشه یا نفوذ معنوی خودش از دست میده، وقت اونه که یه پیامبر جدید ظاهر میشه و دو مرتبه تجدید میشه. اون تجدید هست که دوام دوام پیدا میکنه. بلا اگر بعد اون ترتیب گذشته قرار نگاه کنیم، شاید نظر اینها درست باشه که دین دیگه نقشی در آینده نخواهد داشت، چون اون ادیان گذشته رو نگاه میکنن. شما میگید که پیامبران منشأ ترقیات در دنیا هستن، ولی یک عده معتقدن که مذهب باعث میشه که باعث عدم پیشرفت تمدنه. آیا این مسئله درسته؟ البته اونانی که نظر منفی نسبت به ادیان پیدا کرده ان به نظر من حق دارن، به خاطر اینکه اینها چیزهایی در دنیا صورت گرفته در لوای مذهب و دین که اینها را مشمئز کرده، گفتن یعنی اگه دین اینه پس بیدینی بهتره. ولی و نکته دیگر این هست که اکثر مردم از حقیقت انبیا و ظهورات اطلاعات صحیح ندارن و اگر خودشون هم پیروی یه مذهب میدونن در واقع تقلید هست یا ارث از آبا و اجداد خودشون هست، نه اینکه خودشون مطالعه کردن و رسالت انبیا را درک کردن و یا اون تعلیم را قبول کردن که ازش پیروی بکنن. ولی اگر انسان بیاد تاریخ دنیا را مطالعه بکنه، میبینه که انبیا نقش خیلی مهمی در تاریخ داشتن و خیلی نفوذ پردوام داشتن. اصولا انبیا باعث حرکت در عالم افکار شدن. مثلا حضرت موسی که ظاهر شد یک حرکتی در عالم افکار ایجاد کرد و قوم بنی اسرائیل که در نهایت ذلت بودن و جزء برده‌ها بودن در مصر، اینا رو به عزت رسانید و تأسیس مدنیتی کرد که در این مدنیت افراد برجسته مثل سلیمان و مثل داوود و بقیه پیدا شدن و حتی حضرت موسی اساس قوانین دنیا رو گذاشت. یعنی خیلی از قوانین دنیا که الان ما داریم در واقع زیربناش همون تعلیم حضرت موسی هست. اون ده فرمانی رو که حضرت موسی آورد و حضرت مسیح هم تاییدش کرد هنوز هم اعتبار خودش رو داره. و بعد حضرت مسیح هم که ظاهر شد، اونم در ظاهر از یه خانواده خیلی فقیر بود و کسی نداشت و هم دلیل هم خیلی راحت اونها باش مخالفت کردن، حتی وادارش کردن که صلیب خودش به دوش بکشه، مصلوبش کردن، پیروانش آزار دادن، ولی او تأثیر در دنیا کرد و هنوز هم اثراتش باقیه. او بر اروپا و آمریکا غلبه کرد و اکثر دانشمندان دنیا تأثیر معنوی و نقش اجتماعی انبیا رو قبول دارن و تصدیق میکنن. از جمله یکی از مورخین معاصر آرنولد توینبی، مورخ بریتانیا هست که ایشون 12 جلد کتاب در مورد تاریخ نوشته و 26 تمدن را بررسی کرده، تجزیه تحلیل کرده از نظر به اصطلاح منشأ این تمدن، رشد این تمدن و به اصطلاح ظهور، یعنی اون آثار این تمدن را بررسی کرده. و یک نکته که خیلی مهم هست که آرنولد توینبی میگه انبیا منشأ تمدن دنیا هستن. یعنی شما وقتی بررسی بکنید خیلی از تمدن‌ها علت تأثیر انبیا به وجود آمده. و نکته مهمتری هم که اون میگه که هر تمدنی که ایشون بررسی میکنیم، چون ایشون 26 تا تمدن رو بررسی کرده، چطور پیدا شده، چطور رشد کرده، چطور شکست خورده، میگه وقتی یه تمدن شکست میخوره که نتونه جوابگوی نیاز معنوی و اخلاقی جامعه باشه و
در اون موقع هست که اون تمدن فرو میزه. و شاید هم به ما بتونیم نتیجه گیری کنیم که حتی تمدن پرهیاهوی مادی عصر معاصر هم چون نمیتونه جوابگوی نیاز معنوی و اخلاقی زمان باشه، احتمالاً محکوم به شکست خواهد بود. بدین ترتیب ظهور پیامبران حرکت در عالم افکار ایجاد میکنه. باید منشأ ترقیات روحانی و اجتماعی باشن، ولی ما در مواردی میبینیم که ادیان از روند زمانه عقب هستند و خود اونها مانع ترقی میشن. این وضعیت رو ما چجور میتونیم تعبیر کنیم؟ ظهورات الهی را میشه به فصول سال تشبیه کرد. وقتی بهار میرسه مثل اینکه یک نیرویی در دنیا دمیده میشه، تمام کائنات جان تازه میگه، شکوفه و گل و شکوفه میاد و کم کم درخت ها بارور میشن، ثمرات به وجود میاد، خرمن ها به وجود میاد. بعد کم کم این فصل تابستانش هست، یعنی اوج اون به اصطلاح تأثیرات اون بهار هست، که بعد در فصل پاییز میرسه کم کم میوه هایی که آخر رس هستن، دیرس هستن، اونها به حساب پیداشون میشه و بالاخره اواخر پاییز یا باشواش سردی به وجود میاد و برگ ها شروع میکنه به اصطلاح زرد شدن و زمستان میاد. به زمستان هم زمستان سیاه میاد و تاریک میشه، ولی بعد دیگه تمام نمیشه، دو مرتبه باز بهار میاد، دو مرتبه روح جدید دمیده میشه، دو مرتبه کائنات زنده میشه، دو مرتبه این درخت ها بارور میشن. ظهورات الهی هم همین حالت داره، یعنی وقتی یه ظهوری میشه یک روحی در عالم دمیده میشه و شکوفه ها پیدا میشه، دوری شور و نشاط عشق هست و بعد این به صورت یک تمدن تبلور پیدا میکنه. بعد این به صورت تمدن تبلور پیدا کرد، آثار خودش رو نشون داد، کم کم به تدریج این آثار معنویش تضعیف میشه، کم کم به طرف افول میره و حتی برخی از قوانینش به تدریج دیگه با شرایط زمان نمیخونه و اون موقع است که دو مرتبه خورشید نو طلوع میکنه و پیامبر جدید پیدا میشه و روحی جدید در عالم دمیده میشه و این سیر تکاملی ادامه پیدا میکنه.